حافظ کل قرآن. آفرین علی رضا عباسی. بیا تو ببینم استاد. سلام. این چیه با خودت بردی؟ این یک دکور برنامه محفله. بیا اینجا. خب پارسال که برنامه محفل دیدم درست کردم با خواهرم، به کمک خواهرم. آفرین. بگیرم ازت. آره عکساتون از تو روزنامه کنده چسبونده اینجا. خدا وکیلی. نه پاپیل حسنی. نگاه کنی. خواهرم رو دعوت میکنم بیاد با هم توضیح بگیم. خودت دعوتش کن. دعوتش کن. بگو بیاد. ابجی بیام. فرناز رو تشویق کنه. فرناز بیا ببینم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام دخترم. خوش اومدیم. بریم بالا. این صحنه مال شماست. ماشاءالله. بفرمایین. من بودم واقعا جانانه تر تشویق میکردم. ببینید خدا وکیلی. به 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 به. ببینید. بذارم اینجا که همه ببینن، دوربینم بگیره. بله توضیح بدین. بفرمایید من رفتم. خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما شاء الله. با نام یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان برنامه دوست داشتنی محفل جانم و آرزوی قبولی طاعات عبادات. علیرضا عباسی هستم، 8 ساله، حافظ کل قرآن کریم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. ماشاءالله. علی رضا یعنی مردم برات، قش کردم برات، تشویقش کنی. فرناز خانوم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت شما و بینندگان گرامی. فرناز عباسی هستم، حافظ کل قرآن کریم که در 7 سالگی موفق به اتمام حفظ کل قرآن کریم شدم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. آفرین. خواهر بزرگه سا. بله خواهر بزرگه. حالا آقایون بپرسن. بفرمایید. از پسر از دختر بپرسین. مضغبت عنهم سارو كالضائع الحيران. مضغبت عنهم ساروا كالضائع الحيران. الله الله. آقا سوالات سریع بپرسیم. آره حتما. واقعا ظاهرا مسلطن. فقط آیه رو بگن نفر بعدی بپرسه. آره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سریع آیه خودت بپرس حسنه. و كذلك فتن بعضهم ببعض. سوره مبارکه انعام صفحه 134. خب بعدش 135 و هو الذي يتوفاكم. 136 و ما على الذين. 137 و اذ قال ابراهيم. 138 درست بله. الذين امنوا. 139 و ما قدر الله. 140 ان الله فعلم الحبیب. نمیدونم کجا رسیدی ولی ظاهرا درسته. آقا بگو عقب موندم دیگه. خوب بله فارسی بلد. بگو عقب موندم. فارسی ضعیفه حالا. اعتراف سخته. خب يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان.
آخر این صفحه چیه؟ شکران آیه که تلاوت شد صفحه 190 سوره مبارکه توبه آیه انتهای صفحه ثم انزل الله سکینته. خب صفحه بعدی اولش چیه؟ 191 ثم معتوب الله 192 یریدون ایوک. آخرش چیه؟ 10 صفحه برو جلو. خب ما میمونیم 190 ده صفحه 200 سوره مبارکه توبه استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اضافه 10 میشه 190 به اضافه 10 میشه 200. بلدی که اینو که بلده سی بلده ریاضیش بله چی شد؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم. درسته. آره آفرین آفرین. خیلی خوب خیلی خوب ماشاءالله. آمد جان بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. طه قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. مبارکه مائده به به سمت راست صفحه 121. همین آیه رو بخون. اولم تؤمن. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد زلوا من قبل وزلوا كثيرا وزلوا عن سواء السبيل. آفرین. رسالت یک نکته مهمی که جالب بود توی خوندنش این بود که وقف و ابتدا توی اصول تلاوت رعایت میکرد. مثلا هر جا وقف میکرد برمیگشت صحیحش از جای درست شروع میکرد. آفرین آفرین. خیلی مشخص اساتید خوبی هم دارن. آفرین. خب فرناز خانوم برای ما بگه که دیگه چه توانمندی نسبت به قرآن داره؟ با حفظ قرآن انسان برنامه ریزیش درست میشه، به بقیه کارهاش هم میرسه و خب ذهنش هم قطعا بازتر میشه. من خودم علیه بر این که قرآن رو حفظ کردم کلاس سوم رو جهشی خوندم و الان کلاس هشتم هستم و خب در سن کمی هم تونستم مدرک لیسانس علوم قرآن حدیث رو بگیرم و در مدرسه تیسوشان درس بدم. آفرین آفرین آفرین. علیرضا. بله. کلاس چندمی شما؟ سومم. کلاس سومی؟ بله. میخوام به روش خودم از میزبانا چند تا سوال بپرسم. بفرمایین استاد. بفرمایین جلو. بفرمایین بفرمایین. از ما میخواد بپرسه؟ آره حتما از بزرگتر شروع میکنه دیگه. بس میشین جوره دیگه. بله بفرم. ده تا اینا رو حسنین راحت‌تر متوجه میشه. معمولاً اینجوری ما باهاش صحبت می‌کنیم. داره پانتومیم اجرا می‌کنه براتون. شما باید آیه قرآنش رو بگید. اساتید. من فهمیدم. الله. نه نه. اینو دیگه هر شیعه ای بلده. اینو هر شیعه ای بلده. انما ولیکم الله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درست؟ بله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. خيركم. سیرش رو زد بالا. خب آ شیرتون خیلی منو جاش بلنده. شیر رو ببندیدم. شیر بستی؟ آه معلوم شد. وامسحو
برؤوسكم وأرجلكم. درسته؟ آفرین آفرین. سوال بعدی رو نبستی ها. آفرین. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الله الله الله. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله الله. تشفيق كوني ده حامد جانو. اسب. پرنده است. اسب بال داره. شتر مرغه. نه بال میزنه ولی نمیره. آها. آه. آه معلوم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بله. این نامه‌ای که آره سالن، این نامه‌ای که هدهد آورد برای حضرت سلیمان، این آیات قبلش عبارت‌های عجیبی داره. دارد که با تفقد الطیر شروع کرد. حضرت سلیمان مانیتور رو نگاه کرد. فقالی مالی لا ار الهدهد امکان من الغائبین. هدهد کجاست؟ بعد ببینید چون هدهد کارگزارش بود گفت لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی به سلطان مبین. داغونت میکنم گیرت بیارم. تو کجایی؟ چرا سر پست نیستی؟ میکشمت. من یکی دلیل درستایی بردر بیاری. ببینید ما الان واقعش کارگزاران حکومت تکلیفشون رو باید روشن کنن که چجوری میخوان برخورد بکنن. امیرالمؤمنین به منذر ابن جارود عبدی در نهج البلاغه هست، بهش میگن که، یعنی سرتنشو میشورن، بهش میگن که فإن صلاح ابیک غرنی. میگه اولا بابات خوب بود، من فکر میکردم که تو هم انک تتبع هدیه و تسلک سبیله، من فکر کردم تو هم راه باباتو میخوای بری، ولی اگه این چیزایی که از تو به من رسیده حق باشه، لجمل و اهلک و شسع و علک خیر منک. شطورت از خودت بهتره. بنده کم شد از خودت بهتره. ضمن این که تو همین صفحه‌ای که این آیه اومده، بالای صفحه حضرت سلیمان با اون عظمتش یه مورچه یه حرفی میزنه که انگار به شخص خود حضرت سلیمانه، هیچ کاری باش نداره، یعنی مسئله شخصیشو فتبسم. یعنی یه مورچه گفتش که وارد لونهاتون بشید اینا چی نمیدونن، فهم لایش اونون فتبسم ضاحکم من قبولا، یعنی خندید. اما تو جای دیگه وقتی بحث مثل اجرا و کار کارگزاری میشه اونجوری سفت و محکم، یعنی دو تا حرکت در یک لحظه شخصی رو میگذره نسبت به این موضوع قاطعیت. احسنت. انا سوف اسال ايضا بالايماء يعني واللي بده يعني يجاوب حنعطيه هديه والهديه من حسنين. میگه من یه سوال میپرسم، هر کی جواب داد آقای ابو القاسمی هدیه شو میده. خب ابو القاسمی روحو الی هذا حبيبي جانم. ما شاء الله. يوسف. يوسف كانت إن شاء الله. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلو. قال يا بشرى
و جاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى السؤال الثاني هوا بيما لا هي موجة دارياستي رود نيل وذنون الذهب مغاظبا ما شاء الله هنرمند خدا وكيلي تشفيقش کنين استاد رزوان کجا رفت؟ در رفتیه الان میاد به 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 کل واحد هدیه؟ اینو از کجا آوردی استاد رزوان؟ ماشاءالله هزا اینم مال بچه شه مدری نوشه حمد آره خودش هم نمیدونه چیه گرفت و هذا هذا ايضا انا فهم میکنه همینجوری داره پخش میکنه آره آره خب اشکرك استاد متشکر شکر لكم و هذا ولكن مبارکتون باشه من به نمایندگی از همه میزبانانمون علیرضا رو بوسیدم تشویقشون کنین ممنونم فرناز جان